شیرین شمس از مسئولان نهاد انقلاب زن از استکهلم همراه ما هستند. به نظر شما قوه قضاییه و نیروی انتظامی و در رأس اونها علی خامنه‌ای با چه انگیزه و هدفی این دور جدید از تهدید رو علیه زنان مخالف حجاب اجباری شروع کردند؟ به شما و بینندگان محترم این برنامه پر واضحه که تلاش خامنه‌ای و همچنین دستگاه‌های نظام جمهوری اسلامی در راستای پسگیری خاکریز حجاب، ما میدونیم که خاکریز حجاب، سنگر حجاب از دست جمهوری اسلامی در اومده و وحشت حکومت هم از همینه که اگر این خاکریز رو برنگردونه، خاکریزهای بعدی هم توسط زنان ایران، جوانان ایران، دانشجویان و دانش آموزان پیشرو و انقلاب زن زندگی آزادی گرفته خواهد شد. ببینید، ما موقعی میبینیم که این اظهار نظرها، این بیانیه ها، این التیماتوم ها، این خط و نشیون کشیدن ها به سمت جامعه صادر میشه که ما یک سال پس از موفقیت بیچون و چرای کارزار بیهجابی سراسری و تابستان سخت برای جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بیشتر و بیشتر داره وحشتش افزایش پیدا میکنه و عمیق‌تر میشه. اون هم درست چه کارزاری؟ دقیقاً بعد از التیماتوم رادان که از شنبه 26 فروردین 1402 گفتش که ما با بیهجابی برخورد خواهیم کرد که با شکست مفتزهانه مواجه شد و پس از اون لایحه حجاب و عفاف که سردرگم بین شورای نگهبان و مجلس میاد و میره و دیدیم که چطور خامنه‌ای در استیصال کامل خط و نشون میکشه برای الزام به حجاب. حالا دستگاه‌ها، پلیس جمهوری اسلامی در راستای همین صحبت‌های خامنه‌ای میخوان زنان ایران رو مرعوب بکنن، جامعه ایران رو مرعوب بکنن و تمام اینها تلاشی برای اینکه اون خاکریزی که خودشون وحشت داشتن اگر فتح بشه، خاکریزهای بعدی هم فتح خواهد شد، این رو پس بگیرن. ولی پر واضحه که این اتفاق نخواهد افتاد. ما میبینیم که جامعه بسیار خشمگین‌تر میشه. همین چند روزی که بعد از سخنرانی جمهوری اسلامی بود، ما دیدیم که هیچ اتفاقی که نه تنها افتاد بلکه جامعه به اشکال مختلف اعتراض خودش رو نشون داد. پیام‌هایی که منتشر میشه اینه که نه خامنه‌ای نه هیچ کدوم از ارگان‌های رژیم نمیتونن جامعه ایران و زنان ایران رو مرعوب بکنن. این حکومت در یک بن‌بستی گیر افتاده، بن‌بست حجاب، یک بحران سیاسیه که هیچ راهی برای برون رفت از اون نداره. با توجه به شکست سیاست‌های حکومت که شما اشاره کردین و ادامه روند مقاومت مدنی زنان، فکر می‌کنین دور جدید فشارها باشه، واکنشی از سوی زنان و دختران در ایران مواجه بشه و چقدر میتونه موفق باشه این بار؟ به نظر من اصلا موفق نمیتونه باشه. به نظر من با واکنشی اعتراضی تر مواجه خواهد بود. جمهوری اسلامی و در رأس اون شخص خامنه‌ای، ببینید ما در انقلاب زنانه در یک هفته گذشته یک نظرسنجی گذاشتیم در رابطه با صحبت‌های خامنه‌ای، اسنادش موجوده، ویدیوهاش موجوده، زنانی از ایران جواب خامنه‌ای رو دارن میدن، میگن خامنه‌ای گنده‌تر از دهنش حرف زده، خامنه‌ای غلط کرده، روحیه جامعه اینه، روحیه زنان ایران اینه و جمهوری اسلامی هم به خوبی این رو میدونه، ولی نمیخواد بپذیره که شکست خورده، نمیتونه بپذیره که شکست خورده. اگر بپذیره که شکست خورده، جامعه پیشروی بیشتری میکنه. اما فصل تابستان نزدیکه و تابستان سخت برای جمهوری اسلامی کارزار دیگری هست که وارد فاز دیگری میشه. بی‌حجابی سراسری این بار وارد فازی بسیار رادیکال‌تر و بسیار اعتراضی تر میشه و اتفاقا پاسخ بسیار کوبنده تری علارغم بازداشت ها، علارغم پرونده سازی ها، علارغم تهدیدهای امنیتی به جمهوری اسلامی و در رأس اون به شخص خامنه ای خواهد داد. متشکرم. شیرین شمس، یکی از مسئولان نهاد انقلاب زنان استکهلم، سوئد.